محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن اینجا در استودیو با ماست. قائدی، این چیز خیلی جدید نیست. تقریبا همه میدونن که ایران الان یک کریدور خیلی نسبتا امن باز کرده که شما از تهران تا خود بیروت رو میتونید درش عبور بکنید و تسلیحات و امکانات مختلفی رو به نیروهای نیابتیش میرسونه. واقعا هم اگر حملات اسرائیلی ها نباشه، مانع جدی دیگری متوجه اونها نیست. درست میگید و این کریدور بسیار مهمیه. در واقع وجودش هم تازگی نداره. از بعد از سال 2006 ایران تمرکز بیشتری گذاشت روی تقویت این کریدور و اساساً اون چیزی که به عنوان روایت حامیان حرم یا مدافعان حرم به یه بخشی از جمعیت ایران فروخته شد خیلی موضوع مذهبی نبود، بلکه بیشتر برای ایران موضوع امنیتی بود. اهمیت سوریه اساساً برای ایران به این جهته که میتونه تدارکات ایران به حزب الله رو به شکل زمینی ممکن کنه و این نکته‌ای که برای ایران بسیار مهمه، چون در دکترین نظامی امنیتی ایران حزب الله به عنوان در واقع خط اول دفاع ایران هست و اسرائیل بارها حمله کرده که به ایران، بارها تهدید کرده که به ایران حمله میکنه. ما اطلاع داریم که یک بار هم طرح این حمله حتی آماده شد و یکی از فرماندهان ارشد نظامی مخالفت کرد با این طرح و در پاسخ به این در واقع تهدیدات اسرائیل، ایران بازدارندگی که تونسته ایجاد کنه این 120 تا 150 هزار موشکی که در اختیار حزب الله قرار داده و یک مفهومیه که MAD بهش گفته میشه، Mutually Assured Destruction، یعنی اگر که به ایران حمله کنه حزب الله هم متقابلا در خط اول میتونه به اسرائیل پاسخ بده و این بازدارندگی رو تا الان حداقل ایجاد کرده. من متوجه اعتراض اسرائیلی‌ها نمیشم، چون نمیدونم جامعه جهانی چه کاری میتونه بکنه. اگر کسی واقعا در منطقه باشه که بتونه جلوی این اقدامات رو بگیره، حالا اگر ایالات متحده رو حساب نکنیم، فقط خود اسرائیل دیگه. همینطوره. آمریکایی‌ها که این بنا رو ندارن که در واقع با اسرائیل همراه بشن در حمله علیه ایران، و اما حسنی که این نامه‌ای که نوشتن به شورای امنیت داره، البته که می‌دونیم قطعنامه علیه ایران تصویب نخواهد شد در شورای امنیت اگر که روس‌ها به عهدهایی که با ایران دارن وفادار باشن اون رو وتو کنن. می‌دونیم که در روزهای اخیر هم اعلام شد که ایران داره 400 موشک بالستیک در اختیار روسیه قرار میده و بزرگترین چیزی که ایران از روسیه می‌خواد همین وتو کردن قطعنامه‌های این چنینیه. اما برای اسرائیل این یک موضوعی که میتونه باشه، موضوعیت داشته باشه، اینه که این جزء همون رتوریک‌ها یا لفاظی‌های رهبران، اگر که بتونن حزب الله رو توی این رتوریک‌ها متقاعد کنن که این حمله میتونه قریب الوقوع بشه به حزب الله، ممکنه که اینا از مرز فاصله بگیرن. الان 2 کیلومتر از مرز فاصله گرفتن، اما چیزی که اسرائیل میخواد عمل به قطعنامه 17-0 که یعنی برن بالای رودخانه لیتانی که این بیش از 15-16 کیلومتر به اصطلاح مسافته و من پیش بینی اینه که اسرائیل زیر بار در واقع این لفاظی ها نخواهد رفت و این منطقه رو خالی نخواهد کرد. اگر که قرار بود این کار رو بکند از 2006 تا امروز میکرد و ممکنه که شاید 1-2 کیلومتر دیگه فاصله بگیره، اما اونقدر اثر نخواهد داشت که بره به سمت شمال رودخانه لیتانی. گمان زنی ها خیلی زیاد هستش که آیا واقعا بین اسرائیل و لبنان، اسرائیل و در واقع حزب الله جنگی صورت خواهد گرفت یا نه. نشانه های وجود داره که شاید حتی در خود اسرائیل علاقه به این بیشتر باشه تا در سمت شمالی مرز. حتی آمریکایی‌ها هم به نظر میاد که نگران بودن، ناوشون رو کشیدن بیرون. چقدر محتمل میبینید واقعا درگیری صورت بگیره؟ خب این درگیری در اسرائیل موافقین و مخالفینی داره. موافقینش کسایی هستن مثل نخست وزیر نتانیاهو، مثل وزیر دفاع گالانت. مخالفینش کسایی هستن که الان وزنه سنگینی دارن اگر انتخابات برگزار بشه، آقای بنی گانس که شانس بسیار بالایی داره که ایشون نخست وزیر بشه اگر انتخاباتی برگزار بشه، کرسی‌های زیادی رو خواهد گرفت حزب ایشون، تا 22 کرسی در یکی از نظرسنجی‌ها این شانس رو داره که بگیره، و آقای گادی آیزنکات. من در مورد گادی آیزنکات یه صحبتی بعداً دوباره برخواهم گشت صحبت میکنم. این دو نفر مثلا جزء مخالفینن، اما استدلال موافقین اینه که اگر که به حزب الله حمله بشه چند مزیت داره، چند هدف رو اسرائیل در واقع دنبال میکنه. هدف اول اینه که بازدارندگی ایران به شدت پایین میاد. من تو بخش اول صحبتم در مورد اهمیت حزب الله در خط اول دفاعی صحبت کردم، بنابراین این محقق میشه. هدف دوم اینه که میتونه تخریب گسترده لبنان، اون چیزی که اسرائیلی ها بهش میگن دکترین زاهیه، و خود این آقای گادی آیزنکات این رو در سال 2006 تدوین کرد، مبتنی بر پاسخ نامتناسبه. یعنی که اگر که در حمله ای که اسرائیل به لبنان انجام بده و الان حزب الله با موشک پراکنی این بهانه رو در اختیار اسرائیل
اسرائیل گذاشته و جنوب لبنان رو تخریب کنه، لبنان دو دهه یا سه دهه دیگه به جای اینکه به عنوان یک تهدید امنیتی علیه اسرائیل بشه، میره درگیر بازسازی خواهد شد و این یک موضوعی که بسیار مهمه. و نکته سوم هم اینه که اگر که چه حزب الله عقب نشینی کنه به سمت شمال، چه اگر که حمله بین اسرائیل و حزب الله باشه، وزن سیاسی حزب الله پایین خواهد اومد. در انتخابات آخر کرسی های کمتری رو گرفت، در انتخابات بعدی هم این احتمالاً وزن سیاسیش پایین میاد و کرسی هاش کمتر میشه. اما مخالفینش رو یک نکته دست میذارن و اونم همون 120 تا 150 هزار موشکیه که حزب الله در اختیار داره که میتونه باعث نابودی بشه. و الان خود این گادی آیزنکاتی که در واقع مؤلف اون دکترین زاهیه بوده مخالف این داستانه و ایشون وزنش به این جهتی که نه تنها عضو کابینه جنگ بلکه پسر و برادرزاده‌اش رو در جنگ غزه از دست داد و یک شخصیت بسیار قهرمان در بین مردم اسرائیل الان به حساب میاد. ممنونم از شما. محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، اینجا در استودیو بمون.